مراسم عزاداری شهادت سرور و سالار شهیدان و یاران با وفایش در دهه اول محرم سال جاری با حضور شیعیان شهرهای مختلف شیعه نشین عربستان سعودی برگزار شد. این مراسم ها پس از چند سال محدودیت های شدید توسط حکومت سعودی نسبت به عزاداران شیعه در سال جاری با گشایش های اندکی که توسط دولت انجام گرفته با شور و شوق فراوانی برگزار شد. طی چند سال اخیر برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر در شهرهای شیعه نشین عربستان سعودی با چالش ها و مشکلات بسیاری مواجه بوده و حکومت سعودی فشارها و دستورالعمل های محدود کننده فراوانی را در این ماه ها اعمال کرده است. از جمله محدودیت های اعمال شده توسط حکومت سعودی، محدود شدن انجام مراسم عزاداری تنها به حسینی ها بوده و با هر گونه اقدامی که به برگزاری مراسم عزاداری در خیابان ها و کوچه ها منجر شود برخورد می شده است. در سالهای اخیر بارها مراسم های عزاداری محرم لغو و از انتشار و تبلیغ بنرهای مربوط به برگزاری مراسم عزا در این ماه جلوگیری به عمل آمده است. همچنین ماموران سعودی در سالهای اخیر با یورش به مسجد امام حسین علیه السلام در شهر العوامیه در استان قطیف این مسجد را با بولدوزر کاملا تخریب کردند. لازم به ذکر است که علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده در مسیر برگزاری مراسم‌های عزاداری و تعظیم مقام اهل بیت و امامان معصوم علیهم السلام، اقدامات تبعیض آمیز حکومت عربستان سعودی در برخورد با جوانان شیعه و نیز کم توجهی به مسائل اقتصادی شیعیان که موجب کم برخورداری مناطق شیعه نشین از توسعه و پیشرفت نسبت به دیگر شهرهای عربستان شده است، از دیگر تبعیض‌های این حکومت در برابر شیعیان این کشور بوده است. گفتنی است که تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان که چهارمین شبکه مطرح در میان رسانه‌های رسمی این کشور است، اخیراً در گزارشی برگزاری مراسم عزاداری دهه اول محرم در شهر قطیف عربستان را به تصویر کشید. گزارشگر این شبکه در گزارش خود تلاش داشت از یک سو بر مسالمت آمیز بودن سخنرانی ها و منبرهای عزا و سوی به تلاش دولت بر حفظ امنیت مراسم ها تاکید کند.